طبیعت اقیانوس ها بسیار گسترده و عجیبه. ساکنان اقیانوس ها نه تنها با موجودات خشکی متفاوت به نظر می رسن، بلکه نحوه زندگیشون کاملا عجیب و مرموزه. اعماق آبها خونه موجودات به معنای واقعی ترسناک و تکان دهنده است. نبود نور و تاریکی مطلق این موجودات رو مجبور کرده تا برای ادامه حیات ویژگی های عجیب و غریبی داشته باشند که فقط در فیلم های تخیلی میشه دید. در این قسمت از رادیو مونولوگ به بررسی 5 موجود عجیب در اعماق آبها میپردازیم. شماره 1، کوسه گرینلند. حرکت کردنش اونقدر آرومه که قطعاً نمیشه اون رو مثل کوسه های بدنام و بزرگ فیلم های سینمایی قضاوت کرد. کوسه گرینلند بیشترین طول عمر رو در بین مهرداران روی زمین داره. محققان با تخمین سن 28 کوسه گرینلند که به طور اتفاقی در تور ماهیگیری اسیر شده بودند، متوجه شدند که نوع ماده این جانور حدود 400 سال عمر میکنه. این کوسه های بزرگ که طولشون به 5 متر میرسه فقط سالی 1 سانتی متر رشد میکنن و زمانی به سن بلوغ جنسی میرسن که 150 سالشون شده باشه و حدود 4 متر طول داشته باشن. نیلسن، محقق ارشد این پروژه، میگه ما میدونستیم که با حیوان غیر عادی سر کار داریم، ولی هیچ کدوممون فکر نمی کردیم که این کوسه ها انقدر طول عمر بالایی داشته باشن. شماره 2، اورانوس ماهی. این ماهی در سرتاسر جهان در آبهای شور زندگی میکنه. دلیل نامگذاری اون نگاهشه که همیشه رو به آسمون دوخته شده. اورانوس ماهی بر آبزیان دیگه اطراف خودش یه برتری داره. اون میتونه هم شکار و هم شکارچی رو غافلگیر بکنه. اون خودش رو در بین شن و ماسه های اقیانوس دفن میکنه و به کمک رنگ بدنش خودش رو استتار میکنه و منتظر میمونه تا ماهی های کوچیک و خرچنگ ها و بیمهرگان از اونجا عبور کنن تا اونها رو شکار کنه. اورانوس ماهی به سمت بالا میپره و طعمه رو میگیره و یک جا میبلعه. اون میتونه بسیار سمی و خطرناک باشه، چون میتونه از طریق دخاری که روی ستون فقراتش هست سم تزریق کنه و حتی میتونه شوک‌های الکتریکی کوچکی هم به مهاجمانش وارد کنه. اون ماهی نسبتاً بزرگیه که تا 1 متر رشد میکنه و وزنی حدود 10 کیلوگرم داره. اورانوس ماهی اگر احساس خطر کنه حتماً حمله میکنه. اگر تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو فعال بکنید. شماره 3، مارماهی پلیکانی. این مارماهی از اون دسته از مخلوقاتیه که با دیدنش یاد فیلم‌های فضایی و ترسناک می‌افتیم. این موجود یکی از کوچکترین جمجمه‌ها رو در بین حیوانات اعماق آب داره، ولی در عوض فک بسیار بزرگی داره که میتونه هر گونه طعمه ای رو در پهنه وسیع اقیانوس ببلعه. فک بالا و فک پایین این حیوان اونقدر بزرگ هستند که وقتی دهن این حیوان بسته است، تقریبا نیمی از بدن اون رو فرا میگیره. جالب اینجاست که معده این حیوان میتونه برای هضم طعمه های بزرگتر کش بیاد. دوم این جانور بسیار بلنده و مثل شلاق به نظر میرسه. این ماهی بین 60 سانتی متر تا 1 متر رشد میکنه و در همه جای دنیا در اعماق 900 تا 1800 متری مشاهده میشه. شماره 4، کوسه چیندار. این کوسه رو معمولا فسیل زنده مینامند. طول بدن این حیوان به 2 متر میرسه و ظاهری بسیار ترسناک داره، تلفیقی از مار و کوسه. این کوسه تخمگذاره و هر بار بین 2 تا 15 تخم میذاره. دوران بارداری این حیوان ممکنه تا 3.5 سال طول بکشه که طولانی ترین مدت در بین مهرداران به شمار میاد. کوسه چیندار یکی از قدیمی ترین حیوانات زنده است که یادگاری از دوران ما قبل تاریخه.
اونها در اعماق 300 تا 1500 متری زندگی می کنن و از ماهی های مرکب، مار ماهی ها و کوسه های کوچکتر تغذیه می کنن. علارغم ظاهر ترسناکشون هیچ خطری برای انسان ندارن، چون خیلی کم با انسان روبرو می شن و کوسه های چینداری که در حال مرگ و یا مرده هستن به تور ماهیگیران می افتن. اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیست این حیوان رو در مرز انقراض قرار داده و چون نرخ باروری بالایی نداره، جمعیت اونها در بعضی از مناطق به صفر رسیده. شماره 5، گرز ماهی. بعضی از اونها هیچ رنگی ندارن و کاملا شفافن. بعضیاشون کاملا سیاهن و ارگانهای نورانی در مکانهای خاصی از بدنشون دارن. این ماهی عجیب یک شکارچی بسیار متخصصه و در سرتاسر جهان در آبهای معتدل و گرمسیری زندگی میکنه. ظاهر این ماهی بسیار ترسناکه و دندونهای بزرگی داره که خیلی قوی هستن. این دندونها به قدری بزرگن که فک پایین این ماهی به سمت جلو میاد و دندونها خارج از دهنش قرار میگیرن و فکش هم به گونه لولایی شکله که میتونه طعمه های بزرگ رو قورت بده. گرز ماهی در عمق 200 تا 4700 متری اقیانوس زندگی میکنه، ولی به خاطر مناطق منحصر به فرد زندگی اونها مشاهده مستقیم برای دانشمندان بسیار سخته. اونها در تاریکی مطلق زندگی میکنن و به خاطر همین میتونن قسمت‌هایی از بدن خودشون رو روشن بکنن تا طعمه‌ها رو به سمت خودشون بکشونن. در ضمن چشم‌های بزرگ اونها قادر کمترین نورها رو در اعماق اقیانوس جذب بکنه. ما چیز زیادی در مورد نحوه تولید مثل گرز ماهی نمیدونیم، ولی دانشمندان معتقدند که ماده‌ها تخم‌ها رو در آب گرم رها میکنن و نرها اونها رو بارور میکنن. طول عمر گرز ماهی یک رازه. دانشمندان بر این باورن که گرز ماهی ها بین 15 تا 30 سال عمر می کنن، اما هیچ مشاهده مستقیمی برای تایید این موضوع وجود نداره. گرز ماهی هایی که در اسارت انسان قرار گرفتند چند ساعت بعد مردن. خیلی ممنون که تا پایان ویدیو همراه ما بودین. اگر از ویدیو خوشتون اومده، لطفاً با دوستان خودتون به اشتراک بذارین. موضوعاتی رو که دوست دارین ما در مورد اونها برای شما ویدیو بسازیم رو در کامنت به ما اطلاع بدین.